سه دهه پس از پایان جنگ عراق و ایران، عراقی ها درباره این جنگ چه فکر میکنن؟ جنگ 8 ساله چطور هنوز هم بر زندگی ساکنان این کشور سایه انداخته؟ سلام نفسه، خوش آمدی به دیدبان. فقط قبل از اینکه من مصاحبه رو با تو شروع کنم، باید بگم که یکی از مخاطبان ما سوالی کرده بود در مورد برنامه به عبارت دیگر که هفته آینده بهش جواب خواهیم داد. اما بریم سراغ گزارش هایی که تو در مورد پایان به مناسبت 30 سالگی پایان جنگ تهیه کردی. واکنش ها زیاد بود، خیلی ها تشکر کردن، خیلی ها نوشتن که بسیار دیدنی بود، گزارش ها تحت تاثیر قرار گرفتن، حتی خیلی ها بودن که میگفتن ما با اون خانواده ها احساس نزدیکی و همدردی میکنیم. ولی خب دیدبان جاییه که ما به انتقادا و سوالات جواب میدیم. توییتر یک اکانتی به نام سانچو پانسا، اگه درستش کنم تلفظش کنم، پرسیده که هدف شما به عنوان یک خبرنگار برای ساخت این برنامه چی بوده؟ من مدت ها بود که همه خیلی از بیننده هامون برای من می نوشتن که نگاه عراقی ها به جنگ عراق و ایران چیه، چه احساسی نسبت به ایرانی ها دارن. مثلا بارها شده بود از من پرسیده بودن که وقتی که میگی که ایرانی هستی چطور باهات برخورد میکنن، به خاطر مخصوصا وقتی در مورد فرمانده ها یی که در جنگ 8 ساله شرکت داشتن صحبت میکردن. همین باعث شد که ما تصمیم بگیریم که بریم این بار جنگ رو از نگاه مردم عراق، بخشی از مردم عراق بگم، جنگ رو از نگاه اونها ببینیم. و عملا یعنی تمام تلاش من و تیمم بر این بود که به آدم هایی که اون زمان رو تجربه کردن یا هنوز دارن از اثرات اون جنگ رنج میبرن، که خیلی از رنج ها مشترک هست بین دو کشور، و دنبال این رفتیم که این داستان ها رو پیدا بکنیم، این اشخاص رو پیدا بکنیم و پای صحبتشون بشینیم. اما باید بگم که به هر حال یک جنگ 8 ساله با اون ابعاد انقدر روایت زیاد داره که شاید مثلا 80 سال زمان لازم داشته باشه که بخوایم همه روایت هاش رو بیرون بیاریم، خیلی بیشتر، حتی خیلی بیشتر. حسین گفته که چرا همزمان با تحریم دلار و فشار آمریکا به ایران این گزارش هایی که اون معتقده که تفرقه افغانی بین مردم ایران و عراق رو میسازه رو درست کردی، و یه نفر دیگه به نام مرساد هم گفته بود آیا داری مثلا زخم های کهنه رو تازه میکنی؟ برای خود من رو هم این رو نوشتن و تا جایی که میشد جواب دادم. این زخم ها هنوز هست. وقتی که خانواده های مفقود های دو طرف 30 ساله 3 دهه هست منتظرن یک جواب بگیرن، منتظرن که عزیزانشون رو بدونن کجان، حتی یک استخون ازشون تحویل بگیرن، خب این زخم ها همیشه هست. و خیلی ها همونطور که گفتم خیلی ها میپرسیدن اتفاقا که اونها چی میدونن. ما در ایران شاید مثلا میشه گفت با این جنگ بزرگ شدیم، با روایت های این جنگ بزرگ شدیم، با خود حالت این جنگ بزرگ شدیم. من خودم که بچه بودم یادم میاد که یاد گرفته بودم موقع بمباران رو زمین دراز بکشم و دهنم باز کنم، گوشام بگیرم و اینا. خب همه اینها وقتی که من وارد عراق شدم برای خود من هم سوال برانگیز بود که آیا اگر با یک فرماندهی که در جنگ عراق و ایران شرکت داشته برخورد بکنم چه حسی خواهم داشت، چطور نگاه خواهم کرد، اون چطور به من نگاه خواهد کرد. و واقعا پشت این گزارش ها همین ها بود که ما رفتیم. کاش حداقل با مثال میگفتن که کدوم بخش این گزارش ها تفرقه برانگیزه، چون اینها بخشی از تاریخ دو کشوره. و اتفاقا جالب اینه که تو همه گزارش هامون تقریبا میشه گفت همه به نوعی اشاره کردن به اینکه عراق انقدر جنگ ها و مشکلات دیگه داشته که اصلا اون جنگ 8 ساله دیگه خیلی در حافظه دورشون مونده، برخلاف چیزی که ما در ایران داریم. و به قول یکی از فرمانده ها میگفت شما اگه یه دونه جنگ دارید همش اون رو هم برای خودتون تکرار میکنید، هر جا هم بریم 2 تا تانک عراق
عراقی به نمایش گذاشتن که زمانی مثلا منهدم کردن. اونا در این سی سال جنگ دیگه داشتن. دقیقاً. گفتیم مثال، یه علی رضا یک مثالی زده، گفته که توی مصاحبه با سربازی که اگه اشتباه نکنم تو گزارش فاو بود، سربازه گفته که همه مشکلات زیر سر ایرانه. انگار که مثلا تو خواستی یه چنین چیزی رو. نه، ما داشتیم باهاش صحبت میکردیم. به هر حال این روایت این آدم هاست. من چیزی خودم اضافه نکردم، اجازه دادم که اینها حرف بزنن و این وظیفه منه، آوردن این روایت ها از زبون کسانی که دارن روایت میکنن. در همون گزارش فاو دو نفر دیگه هم هستن که حرف میزنن، یه سربازی که در پس گرفتن فاو شرکت داشت که میگفتش که اصلا این جنگ بیفایده بود و میگفت هنوزم دارم فکر میکنم که اون همه سرباز کشته شده که دیدم برای چی کشته شدن. یا فرد دیگه‌ای که الان شیخ عشایر، فاو خونش ویران شده بود در زمان جنگ عراق و ایران، الان میگفتش که ما خیلی روابط خوبی داریم با ایران و رفت آمد میکنیم و هرچه بوده گذشته. یعنی در همه گزارش ها ما میتونیم دو طرف این ماجرا رو بشنویم. من خواهش میکنم که بیننده ها این پنجتا رو به عنوان یک مجموعه نگاه بکنن و اگر وقت دارن به وبسایت هم برن، چون در وبسایت با تفاصیل بیشتری ما در موردش نوشتیم که این افراد چه یاد دقیقاً گفتن. مثلا همین خانواده مشتاق که پدرش رو از دست داده بود و میگفت من هنوزم خمینی رو مقصر مرگ پدرم میدونم، عمش کنار دستش نشسته بود میگفت جنگ تقصیر صدامه. یعنی این نگاه ها حتی در داخل یک خانواده هست و من فقط راوی این روایت ها هستم، نه چیزی بیشتر. کیو ایرانی گفته که تو توی یک کلیپی گفتی که صدام از بمب شیمیایی استفاده کرده علیه ایران و چرا نگفتی که چه کشورهایی مثلا مثل انگلیس و آمریکا و اینا که مثال زده این شیمیایی رو بهش دادن. قبل از اینکه تو جواب این سوالو بدی فقط بگم که تو یکی دو هفته آینده بی بی سی یک مستندی فقط درباره همین حملات شیمیایی پخش خواهد کرد. حالا تو جواب به این سوال چیه؟ باز باید بگم توی این مجموعه ما دنبال این نبودیم که بگیم کی مقصر بود، کی چی کار کرد. بیشتر هدفمون این بود که نگاه عراقی ها رو بعد از این همه سال به این جنگ از زبون اونها بشنویم و ببینیم که خانواده های مختلفی که تاثیر این جنگ رو دارن تجربه میکنن یا تجربه کردن چه شکلی نگاه میکنن بعد از 3 دهه. اما در مورد همین موضوع شیمیایی که در داخل گزارش فاو بود، همون سربازی که در جنگ پس گرفتن فاو شرکت داشت خودش اشاره کرد، گفت ما تنها نبودیم دیگه. یعنی میگفت عراقی ها تنها نبودن و حتی اشاره کرد به هواپیماهای فرانسوی. ولی خب میگم هر گزارشی، هر چیزی در مورد همچین واقعه بزرگ و عمیقی که زخمهاش هنوزم مونده حتما کاستی هایی داره، اما ما هدفمون این نبود که بریم ببینیم که دقیقاً چیزهایی که خیلی ها شاید میدونن، همین که چه کشورهایی کمک کردن یا نکردن، اینها رو بارها شنیدیم ما. ولی اینکه یک بچه عراقی، دقیقاً بچه عراقی یا کسی که پاشو از دست داده توی این مینها، اون چه حسی داره که طرف ایران هم همین حس ها هست. بله. طرف ایران هم کسایی هستن که پاشونو از دست دادن، طرف ایران هم زنهایی هستن که منتظر شوهر یا پدرشون هستن، فرزندانی که منتظر پدرشون هستن. اینا داستانای مشترکی بود که من سعی کردم بیارم و نشون بدم که یک جنگ چند نسل رو میتونه واقعا بعدها تحت تاثیر قرار بده. یه سوالی که خیلی ها پرسیدن این بودش که اصلا عجیب ترین موضوع در حین تهیه این گزارش ها چی بوده، یا شاید مثلا برای خود منم سوال بود که واقعا چه چیزی، من خودم وقتی میدیدم گزارش های تو رو خب خیلی جا تحت تاثیر قرار میگفتن، تو چه چیزی بیشتر از همه تحت تاثیر قرار داده؟ خب همش به نوعی سخت بود به خاطر اینکه داشتم در مورد چیزی میشنیدم که خودم هم باهاش بزرگ شدم و دیدم، ولی فکر میکنم سخت‌ترینش مفقودها بود، چون خیلی رومون تاثیر گذاشت. برای اینکه اون صحنه‌ای که ما دیدیم، اون همه تابوت روی زمین، و من هنوزم برام خیلی سخته. و خب بارها هم فیلم بردارم هم خودم
خیلی برامون سخت بود اصلا اونجا قرار گرفتن و فیلم اینا رو گرفتن و نگاه کردن و حس این که اونور دو قدم اونورتر خانواده هایی هستن که 30 سال منتظرن. 30 سال منتظرن یه معجزه بشه، چون ما این رو این ورم شنیدیم. خانواده ای که مثلا اون خانومی که باش صحبت میکرده میگفت انشالله برای عروسی پسرم بیاد، برای عروسی دخترام نتونست بیاد. هنوز باور نکرده که تموم شده، یعنی دیگه معجزه امکان نداره. و واقعا اون صحنه که ما دیدیم 76 تا تاب بود چیدن، صبح اول وقت دارن آمادهشون میکنن و هر 76 یعنی 76 تا یعنی 76 خانواده یا بیشتر. و اون صحنه ای که من میگم سخت‌ترین صحنه ای که تو من صحنه سخت زیاد دیدم توی این چند سال، اما این سخت‌ترین صحنه ای بود که دیدم. این تابوت ها رو بردن، در بسته شد، من این طرف در بودم و سرباز عراقی به من گفت نمیتونی اونور بری. و سخت بود، آسون نبود واقعا. هم من هم فیلم بردارم خیلی اذیت شدیم سر این گزارش. ما هم که این برداشتیم میدیدیم تا دسته قرار گرفتیم. ممنون که اومدی، خسته نباشی از این گزارش ها. نفیسه کوهنورد، گزارشگر بی بی سی فارسی در منطقه.